انستیتوت آموزش‌های فنی و حرفه‌ای افغان‌کوریا در سال 2004 میلادی در همکاری مالی و تکنیکی کشور دوست کوریای جنوبی در شهر کابل افتتاح و شروع به فعالیت کرد. یکی از اهداف عمده ایجاد همچون مراکز هستن انستیتوت افغان‌کوریا با توجه به برنامه ها و اهدافی که رهبری وزارت کار داشتن، چطور ما بتانیم بخش عظیمی از جوانان افغانستان هم از خواهر و برادر در قسمت ماهرسازی و در قسمت فنی سازی جوانان کارهای بیشتر انجام بدیم و در پایش حداقل ما بتانیم بخش عظیمی از خواهر برادر که از مراکز مثل انستیتوت افغان‌کوریا به مجرد فارغ نشن و توجه به اینکه نظر به مقتضیات بازار کار افغانستان آموزش دادن اکثر شباد صاحب کار باید جوان. این انستیتوت از سال تأسیس تا کنون در 14 دور فراغت 6800 کارآموز ذکور و اناس را فارغ داده است که در سال روان حدود 700 کارآموز دیگر نیز از این انستیتوت فارغ خواهند شد. با توجه به اینکه انستیتوت متشکل از دیپارتمنت های یک ساله و 6 ماهه است، سال دو بار غرض جذب کارآموزان جدید و شمول امتحان سراسری اخذ می گردد. در این میان آن عده از اشتراک کنندگانی که بلندترین نمره را اخذ می نمایند جذب دپارتمنت های مربوط می شود. انستیتوت آموزش های فنی و حرفه‌ای افغان‌کوریا که در گستره حدوداً 24 جریب زمین ایجاد و اعمار گردیده دارای 7 دپارتمنت می باشد. دپارتمنت برق که شامل برق صنعتی یا PLC، برق ساختمان، دوربین های امنیتی و کلپچی انواع موتورها بوده که در هر سال این دپارتمنت 75 تن کارآموز را جذب می کند. کارآموزان با امکانات و ابزارهای مجهز کاری در این دپارتمنت آموزش دیده و فارغ می شوند. دپارتمنت نلدوانی یا ولدنکاری که شامل حرفه‌های نلدوانی، جوشکاری، یخچالسازی، سیستم‌های گرم‌کننده و سردکننده می‌شود، در هر سال حدوداً 65 تن کارآموز را جذب می‌کند. کارآموزان با امکانات و ابزارهای مدرن کاری که در دپارتمنت موجود است، این حرفه را زیر نظر استادان مجرب و مسلکی فرا گرفته و سند فراغت به دست می‌آورند. دپارتمنت تکنیک موتر که شامل بخش‌های انجین، شاسی، چک‌های کامپیوتری، وایرینگ‌کاری و غیره است، در هر سال ظرفیت جذب 65 تن کارآموز را دارا می‌باشد. دپارتمنت ساختمانی شامل بخش‌های معماری، قالب‌کاری، نجاری، مهندسی و غیره است که این دپارتمنت در هر سال 60 تن کارآموز را جذب و فارغ می‌دهد. دپارتمنت کامپیوتر شامل برنامه‌های آفیس و سخت افزار است. دانشجویان در این دپارتمنت در دو بخش جداگانه ذکور و اناس آموزش می‌بینند. ما در این قسمت سعی کنیم بار اول که روز اول کار کردیم بودیم صفحه اکسل باز میکنیم چند تا شیت بیم؟ سه تا شیت اما بنام یک دو سه این کمیتر برمان یک مثال دارم. در این دپارتمنت در هر سال حدود 240 نفر جذب و فارغ نشوند. دپارتمنت خیاطی شامل بخش‌های دیزاین، برش و دوخت بوده که در هر دوره آموزشی 6 ماهه 600 ساعت درسی را احتوا کرده و ظرفیت جذب در هر 6 ماه 70 تن می باشد. دپارتمنت زبان انگلیسی ظرفیت جذب در یک دوره 6 ماهه در 2 شیفت 100 تن بوده که بر مبنای نیازمندی بازار کار آموزش داده می شوند.
نگفته نمانه طوری که جوانان عزیز ما در جریان هستند، انستیتوت آموزشی فنی حرفه‌ای نسبت به دیگر نهادهای آموزشی که در افغانستان فعالیت داره به لحاظ ساعت درسی و به لحاظ برنامه آموزشی که داره فوق العاده متفاوت است. اول از لحاظ وسایل، تجهیزات، نصاب درسی و استانداردهای آموزشی که وجود داره، اما استانداردها و وسایل و تجهیزات و ساختمانی که در کشور کوریا وجود داره خوشبختانه اما نمونه را انتقال کردند. اکثر درس های ما به شکل پرکتیک، یعنی 80% و 30% یا 20% هم به شکل تئوری است. خوشبختانه در همکاری دفتر محترم کویکا و مواظبت رهبری وزارت کار و امور اجتماعی یک دو روز اخیر دپارتمنت جدیدی تحت عنوان خدمات کاریابی یا جاب سروی سنتر عملا ایجاد کردیم. متوجه به اینکه انستیتوت افغان کوریا دو هدف یا دو وظیفه مهم دنبال میکنه، یک عرضه آموزش های فنی حرفه‌ای، البته با توجه به نیازمندی بازار کار و در پالش هم بحث کاریابی بیشتری فارغان ما خوشبختانه بخش عظیمی از جوانان ما به مجرد فارغ نشن صاحب کار میشن. ورود دیگر که ما باید اشاره بکنم، دوستای ما در جریان هستن، اکثر جوانا خواستن، کسایی که علاقمند به سریال و به فیلم و گپا هستن، ما در سال گذشته و سال فعلی هم که سال جاری هست خوشبختانه با خانه رویا فیلم که واقعا شخصیت های بسیار خوب و کسایی که متخصص هستن در بخش فیلم و فیلم سازی و سریال گپا، ما تفاهم نامه‌ای در نظر به هدایت وزیر کار و امور اجتماعی با یاد داشتیم و یکی از موارد بسیار مهمی که ما خواستیم با همکاری کنیم چطور بتونیم یک همسویی و برادری و صمیمیت و بالاخره این فرهنگ چطور ما میتونیم ما بین جوان ها، ما بین خواهر برادر و چطور ایجاد باید بکنیم. متاسفانه ما از نقاط مختلفی افغانستان آسیب پذیر بوده، مثلا بحث مواد مخدر، بحث تروریسم، بحث متاسفانه بعضی بد اخلاقی هایی که در جامعه ما وجود داره و بعضی بی‌باوری هایی که میان جوان های افغانستان هم از دختر و پسر وجود داره. خوشبختانه ما علاوه از برنامه‌ای که ما داشتیم در بخش آموزش فنی حرفه‌ای و در بخش عرضه ای آموزش ها و بحث کاریابی بیشتری از جوان ها، خواستیم حداقل با بعضی نهادهای دیگه و بعضی مؤسسات خصوصی و بعضی شخصیت هایی که در بخش ساختن فرهنگ و برای انکشاف فرهنگ اصیل افغانی و اسلامی در افغانستان کار میکنن، خوشبختانه انستیتوت افغان کوریا و وزارت کار و امور اجتماعی چنین زمینه‌ها را مساعد ساخته و ما هم در خدمت او هستیم.